خیام و آن دروغ دلاویز، نوشته هوشنگ معین‌زاده. قسمت 12. پسر انسان. در سکوتی تأثربار جمع یاران بار دیگر به راه افتادند، تا اینکه در مسیر خود کاروانی را دیدند که کشیشی پیر و خوش سیما و خنده رو کاروان سالار آن بود. یاران هر یک به سمت یکی از کاروانیان رفتند تا از حال و روز و مقصدشان آگاهی یابند. پدر روحانی در حالی که زیر لب اورادی زمزمه می کرد، با صلیبی که در دست داشت به کسانی که به تماشای کاروان ایستاده بودند دعا می کرد. خیام و ابو علی سینا و عزت الملوک به کنار او رفتند و با درودی ادای احترام کردند و درباره کاروان و مسیر و مقصد آن جویا شدند. کشیش پیر گفت: اینها کسانی هستند که در اثر اقامت طولانی در بهشت و بیکاری و بلا تکلیفی خود را بیمار حس می کنند و من که آخرین کشیش هستم، این گونه بیماران را جمع‌آوری و به درمانگاه پسر می‌برم. خیام از اینکه در بهشت خدا نیز مسئله بیماری بر عهده پسر واگذار شده و بیماران را به درمانگاه او می‌برند، بر حیرتش افسوده شد. او با دلسوزی به حال بیماران بهشتی از کشیش پرسید: پدر روحانی، از کی پسر به فکر مداوای بیماران افتاده است؟ از زمانی که کارشان در آن دنیا به اتمام رسیده است. در ابتدا ایشان مثل دنیای خاکی در بهشت پرسه می زدند و برای بیماران موعظه می کردند و آنان را شفا می دادند، ولی از چندی پیش به دلیل کثرت بیماران درمانگاهی برای ایشان درست کرده ایم و بیماران را به حضورشان می بریم تا هم زحمت ایشان کمتر شود و هم بیماران زیادتری را درمان کنند. خیام پرسید: چگونه است که ایشان پیش پدر نیستند؟ حدس می‌زنم بودن با پدر چندان برایشان دلچسب نباشد، چون در کنار پدر برایشان کاری نیست. از این رو ترجیح می‌دهند به اوضاع نابسامان املاک پدر بپردازند و به آنها سر و سامان بدهند. لابد می‌دانید در حال حاضر بهشت که یکی از سرزمین‌های به نام پدر می‌باشد، با مشکل بیماری ساکنانش باعث بگومگوهای زیادی شده و ایشون میخواهند با مداوای این بیماران تا حدودی از گرفتاری‌های پدر بکاهند. فراموش نکنید که پسر تنها وارث پدر است و بالاخره روزی به جای پدر به سلطنت خواهد رسید. بنابراین باید به اوضاع و احوال مردم سرزمینش آشنا باشد. خیام به آهستگی گفت: بیچاره پیر دارد هذیان میگوید. عزت الملوک با کنجکاوی پرسید: پدر روحانی، چگونه است که ساکنان بهشت این طور به بیماری دچار میشوند تا جایی که پسر بیچاره خدا مجبور گردد کار و زندگیش را رها کند و مانند دنیای خاکی به مداوای بیماران مشغول شود؟ ببین دخترم، راستش را بخواهی من چرای آن را نمیدانم. در حقیقت چیز زیادی هم از اوضاع و احوال آشفته بهشت سرم نمی شود. می دانی که ما در آن دنیا هم همینطور بودیم. هرچه به ما می گفتند بدون چون و چرا می پذیرفتیم و انجام می دادیم. ولی در اینجا فکر می کنم بیمار شدن ساکنان بهشت حکمتی دارد. به نظر من غرض از این بیماری ایجاد مشغولیت برای پسر است. شاید هم منظور پدر از ایجاد بیماری این باشد که پسر همانطور که در دنیای خاکی فداکاری کردند تا مردمان رستگار شوند، در اینجا هم پسرشان را وادار به فداکاری کنند. در ضمن به بهشتیان هم بگویند که اینجا و آنجا خدا همان است که بوده، عوض نشده، کارهایش هم مثل سابق است، تا مبادا به دلیل در بهشت بودن هوس‌های بیهوده کنند. کشیش پیر افسود: حقیقت را بخواهید، کم کم من هم دارم فکر می کنم که این بابا یعنی پدر یک چیزیش می شود
وگرنه لزومی نداشت بندگان بیچارش را در بهشت هم گرفتار بلا تکلیفی و بیماری کند تا جایی که بهشتیان حاضر باشند عطای جنت او را به لقایش ببخشند و خود را از زیر بار منت الهی رها کنند. البته خیلی ها هم معتقدند که دلیل عمده بیماری ساکنان بهشت بی‌معنا بودن این وعدگاه، بیکاری و نداشتن امید و آرزوست. گروه دیگری هم عقیده دارند که تکرار و یک نواختی زندگی بهشت کم کم آنها را به مالی خولیا دچار می کند. همان بیماری که در حال حاضر پسر با سختی به مداوای آن مشغول است. کشیش پیر که با ریختن پتی پدر روی آب به خنده افتاده بود با لودگی افزود: شما نمی خواهید به کاروان من بپیوندید؟ فکر نمی کنید دیر یا زود شما هم مثل سایرین محتاج دکتر و دوا و درمان خواهید شد؟ ابو علی سینا نگاهی به خیام کرد و گفت: خیام گرامی، برویم و درمانگاه پسر را هم ببینیم، شاید جواب بعضی از پرسش های من را در آنجا پیدا کنیم. بد نیست پسر را هم زیارت کنیم، تعریف های زیادی از او کردند. خیام گفت: فکر خوبی است، برویم تا محضر پسر را هم درک کنیم. کشیش پیر که جماعتی دیگر را به کاروان خود افسوده بود با خوشحالی صلیبی روی سینه خود و مشتریان جدیدش کشید و زمزمه کنان به راه افتاد. حاج رجب همچنان که با کاروان می رفت از پیر مردی که آواز می خواند و سوت می زد و بشکن می انداخت پرسید: پدر، تو و این جماعت به کجا می روی؟ پیر مرد با تمسخر گفت: به هیچ جا. حاج رجب با تعجب پرسید: چطور به هیچ کجا؟ این همه آدم این طور با نظم و ترتیب در سفرند و نمی دانند به کجا می روند؟ پیرمرد گفت: حقیقت همان بود که گفتم، ما به هیچ کجا می رویم، اما اگر تفصیلش را می خواهی پس گوش کن. با وجود اینکه من مشتری و عضو ثابت این کاروانم و مرتب با آن رفت آمد می کنم، ولی هنوز هم نفهمیدم که غرض از این رفت آمدها و بردن و آوردنها چیست. واقعیت این است که من از اقامت طولانی در بهشت و زندگی تکراری در این سرزمین به تنگ آمده بودم. مدام به این پاداش اعتراض می‌کردم و ایراد می‌گرفتم، تا اینکه روزی سر و کله این پدر مسیحی پیدا شد. او وقتی که سخنان مرا شنید با اطمینان گفت: من بیمارم، باید مداوا شوم، و مدعی بود که هیچ طبیبی بهتر از عیسی برای درمان بیماری من وجود ندارد. آن روز مثل امروز مرا با این کاروان ذکر گویان به سرزمینی که جایگاه پسر است برد تا مرا شفا دهد. در آن دیدار من با دیدن پسر و شنیدن نصایح و موعظه هایش اندکی آرام شدم و از اعتراض و ایراد موقتا دست برداشتم. اما پس از چندی دلتنگی دوباره گریبانم را گرفت. از نوع شروع به اعتراض کردم که باز این کشیش پیر به سراغم آمد. از همان وقت کار من این شده که مرتب برای معالجه به دیدار پسر بروم و درمان شوم و بازگردم و از نو بیمار شوم. حاج رجب پرسید: پدر، وقتی بیمار می شوی چگونه ای؟ بیماری من ساده است، از بهشت بدم می آید. از اینکه هیچ دلخوشی و سرگرمی راضی کننده ای ندارم دست به اعتراض می زنم و خدا و حکمت و بهشتش را به باد انتقاد و سخره می گیرم. فقط همین؟ بله، فقط همین. وقتی مداوا می شوی چه؟ اون وقت چگونه ای؟ چون سیمای جوان و پرمهر پسر خدا را می بینم و دعوتش را به صبوری و بردباری می شنوم، چند سباهی دلخوش و آرام می شوم. ولی با طولانی شدن انتظارم و برآورده نشدن وعده هایش کاسه صبرم لبریز می شود و بیماری شورش و طغیانم بار دیگر عود می کند. همان موقع سر و کله این پدر مقدس مجدداً پیدا می شود و با قسم و آیه مرا از نو به دیدار پسر می برد. پیرمرد در این هنگام نگاهی به اطراف خود کرد و چون مطمئن شد کشیش پیر مواظب او نیست آهسته گفت: بین خودمون باشد،
این رفت و آمد برای من نوعی تفریح و سرگرمی و دید و بازدید است. کلی هم وقتم را پر می کند. مهمتر از همه این که عیسی هم نسبت به ما لطف و محبت خاصی پیدا کرده و از دیدن ما خوشحال می شود. این پیغمبر جوان و زیباروی و ناکام هر وقت مرا می بیند گل از گلش می شکفد و خنده‌ای بسیار شیرین و دلنواز بر لبانش می نشیند. او با من شادمانه بگو مگو می کند. ما هم برایش کلی جوک تعریف می کنیم و بابا را می خندانیم. به همین علت است که اصرار دارد زود به زود به دیدارش برویم. ولی حقیقتش را بخواهی ها، من هم مثل گذشته ها دیگر حوصله‌اش را ندارم و از وعده های تو خالیش پاک کلافه شدم. حاج رجب پس از شنیدن آخرین سخنان پیرمرد وی را رها کرد و به دوستانش پیوست. پیرمرد هم به آواز خوانی و بشکن زدن خود مشغول شد. غروب آن روز کاروان به کنار رودخانه رسید که تمام ساحلش را بیماران پسر پر کرده بودند. مردی خسته و بیحال تازه واردین را با آب رودخانه غسل تعمید می‌داد تا غیر مسیحیان قبل از دیدار پسر به آیین او مشرف شوند. نام این مرد یحیای تعمید دهنده بود. یاران شب را در محفلی گذراندند که برعکس پذیرایی‌های دوران حیات عیسی یعنی عشای ربانی همه چیز در آنجا یافت می‌شد و بیشتر به مهمانی‌های آنچنانی شباهت داشت. بیماران آن شب تا توانستند خوردند، نوشیدند، گفتند، خندیدند و رقصیدند. گویی آن شب تنها فرصتی بود تا در جوار فرزند فداکار ولی محروم خدا بیماران دردمند دلی از عزا درآورند. فردا افراد کاروان به همراه کشیش پیر به کوه سیحون رفتند، جایی که پسر همچون پدر بر تختی که در آسمان قائم بود نشسته بود و صورتش مانند سنگ یشم و عقیق و قوس و قزحی در گرداگرد تختش که به منظر شباهت بز داشت و گرداگرد تخت را 24 تخت و بر هر تخت پیری که جامه سفید در بر داشتند دیده می شدند و بر سر هر پیری تاجی زرین بود. از تخت برق‌ها و صداها و رعدها برمی‌خاست و 7 چراغ آتشین در پیش تخت افروخته بودند که نشان از 7 روح خدا بود و 4 حیوان که از پیش و پس پر بودند. حیوان اول مانند شیر بود، حیوان دوم مانند گوساله و حیوان سوم صورتی مانند انسان داشت و حیوان چهارم مانند عقاب پرنده و آن 4 حیوان که هر یکی از آنها 6 بال داشتند گرداگرد و درون پر بودند و شبان روز باز نمی ایستادند و از گفتن قدوس 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 خداوند باز نمی ایستادند. خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید و چون آن حیوانات جلال و تکریم و سپاس با آن تخت نشینی که تا ابدالآباد زنده است می خوانند و آنگاه آن 24 پیر می افتادند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابدالآباد زنده است عبادت می کنند و تاجهای خود را پیش تخت انداخته می گویند ای خداوند مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده و محض ارادت تو بودند و آفریده شدند. بیماران دردمند با دیدن ابهت و جلال تخت نشین و سخنان پرتمطراق او درد و رنج بیشمارشان را فراموش می کردند و با نگریستن به رسول مهر و محبت غم و غصه هایشان تخفیف می یافت و می پنداشتند که مداوا شدند. آن روز وقتی که نوبت به خیام و دوستانش رسید، منش و رفتارشان چنان با دیگر بیماران تفاوت داشت که الزاماً تخت نشین نیز تحت تأثیر شخصیت دیدار کنندگانش قرار گرفت. تخت نشین وقتی از مهمانان در مورد رنج و مهنت و اندوهشان پرسید و دانست که اینها برخلاف دیگران بیمار نیستند، با خشم به کشیش پیر خروشید. این چه کاریست که کردی؟ اینها که بیمار نیستند، برای چه وقت مرا تلف می‌کنی و مردمان را بی جهت به اینجا می‌کشانی؟ کشیش بیچاره از اشتباهی که کرده بود مرتب اظهار پشیمانی و تقاضای عفو و بخشش میکرد. تخت نشین پس از فراغت از کار او به خیام و دوستانش گفت
اکنون که به اینجا آمده اید، میل دارید چند روزی در این کوهستان اتراق و با حواریون ما هش و نش کنید؟ فکر می کنم از گفتگو با آنان که آدم های بسیار جالبی هستند دلشاد خواهید شد و من هم با فرصت بیشتری می توانم شما را ببینم. خیام نگاهی به ابو علی سینا کرد و چون او را غرق در اندیشه یافت، از عیسی به خاطر دعوتش سپاسگزاری کرد و سپس پرسید: یا روح الله، چگونه است که اینجا جامعه خشم برتن کرده اید در حالی که در دنیای خاکی پوشش تسلیم برتن داشتید و به آن آسانی به سلاخانه خاخامهای یهود و سربازان روم رفتید و آن همه درد و رنج و مصیبت را متحمل شدید؟ عیسی با شنیدن این سخن طعن‌آمیز در تخت خود جا به جا شد و با بی‌حوصلگی به چپ و راست نگاه کرد و اخمی بر پیشانیش ظاهر شد. به نظر می رسید که می خواست به کشیش پیری که این آدم های فضول و گستاخ را به دیدارش آورده بود بد و بیراه بگوید. با این حال بعد از مدتی با بیمیلی گفت: آنجا ما به گفتار و کردار خاخام های یهود ایراد و اعتراض داشتیم. آنها نه تنها به هشدارهای ما توجهی نکردند، بلکه به تحریکشان ما را به وضع فجیع به صلیب کشیدند. ولی در عوض آیینی به طرفداری ما پا گرفت که هم بازار خاخام‌ها را کساد کرد و هم اکثریت آنان و پیروانشان را به روز سیاه نشانید و در چهار گوشه دنیا پراکنده و سرگردان نمود. ابو علی سینا پرسید: یا روح الله، چطور پروردگار عالم رضا دادند که پسر دردانه‌شان را با چنان وضع ناهنجاری به صلیب بکشند؟ پدر دخالتی در زندگی بندگانش نمی کنه. خیام پرسید: حتی در زندگی فرزندشان؟ آری، حتی در سرنوشت فرزندش. ابو علی سینا پرسید: مگر پروردگار عالم چند فرزند دارند؟ همه انسان‌ها فرزندان پدر هستند. پس پسر خدا بودن شما هم از این اعتقاد نشأت می‌گیرد؟ حقیقت همین است، ولی چه می‌شود کرد؟ مردم دوست دارند برای هر قضیه ساده داستان بسازند. وقتی که ما را با خشونت و بیرحمی می بردند تا به صلیب بکشند، ما از درد و رنج فریاد می زدیم و به درگاه پدر ناله می کردیم و از او کمک و استعانت می طلبیدیم. ولی همانطور که می دانید، پدر هیچ کمکی به ما نکرد و ما را در آن تنگنای مصیبت بار تنها گذاشت تا با خاری و ذلت جان بسپاریم. اما به کوری چشم دشمنان، دوستان ما با زرنگی خاص صیادان آن روزگاران با استفاده از همان لفظ پدر حکایتی ساختند و ما را فرزند خدا قلمداد کردند. دیدید که چه کردند و چطور از من درمانده و مستأصل آن روز یلی ساختند و بقیه قضایا که لابد خبر دارید. ابو علی سینا که از شنیدن بیانات پر راز و رمز عیسی مسیح خندش گرفته بود گفت: پس همه آن داستان‌های عجیب و غریبی که در مورد شما گفته شده ناشی از همان کلمات لحظات دردمندی بوده؟ عیسی گفت: البته آنچه گفتم خصوصی بود و نمی‌خواهم جایی بازگو گردد. واقعیت قضیه این است که دوستان برای به راه انداختن معرکه‌ای به نام ما احتیاج به افسانه‌ای داشتند که خوشبختانه کلمات پدر پدر که به دلیل درد و رنج از زبان ما جاری می‌شد به دل آنان نشست و فکر کردند میان ما و پدر ارتباطی برقرار است. ابو علی سینا گفت: یا روح الله، می دانید در مورد شما حرفهای خیلی خیلی گنده زدن، این را می دانستید؟ مثل زنده کردن مرده. عیسی با لبخند ملیحی گفت: اگر حرفهای گنده نمی زدن که کارشان نمی گرفت. حرف دروغ هر چقدر بزرگ و خارق‌العاده باشد بهتر به باور مردم می نشیند. حرف درست و حسابی که به سادگی عنوان شود خریداری پیدا نمی کند. خیام پرسید: یا روح الله، این بساط چیست که در اینجا راه انداخته اید؟ عیسی گفت: قرنهای درازی است که مردم با این داستانها زندگی کرده و با آنها عادت کردند. مصلحت نیست که پیروان ما بفهمند همه آن داستانها ساختگی و کار حواریون ما بوده است. ما برای اینکه در این دنیای وانفسا در حد امکان خود دردی از دردهای بی پایان پیروانمان را درمان کنیم، این بازی را راه انداخته ایم.
تازه خود کشیشان هم احتیاج دارند که سرشان به نحوی گرم باشد. بالاخره برای سرخوردگی آنان هم باید فکری میکردیم. این بیچاره ها بیشتر عمرشان را با این باورها گذرانده و اکثرا هم لذتی از زندگی نبردند. ابوعلی سینا پرسید: خدا او چه؟ او چطور اجازه میدهد چون این بساطی را در بهشتش راه بیندازید و خلق الله را در اینجا هم مثل دنیای خاکیش گمراه و سرگردان کنید؟ عیسی گفت: در اینجا برعکس دنیای خاکی ما کلی هم منت بر سر پدر گذاشته ایم. تمام این بساط با اجازه و رضایت او برپا شده است. ما عده زیادی از ساکنان بهشت را بدین وسیله مشغول کردیم. تعداد زیادی از کسانی که ناراضی بودند راضی شدند و دیگر نق نمی زنند و گله و شکایت هم نمی کنند. خود این مسئله کلی باعث خوشحالی پدر شده است. خیام رندانه پرسید: به این ترتیب اینجا هم خدا مخلوقاتش را می فریبد؟ چه اشکالی دارد؟ بابا آفریدگار است و هر کاری را که صلاح بداند انجام می دهد. عزت الملوک با نوعی حیرت زدگی پرسید: آیا برای خدا امکان پذیر نبود به طریق دیگری سر مخلوقاتش را گرم کند تا نیازی به این گونه فریبکاری ها نباشد؟ پدر بیچاره آنقدر گرفتار رتق و فتق امور عالم خلقت است که وقتی برای این گونه مسائل ندارد. برای کسی که عالم خاکی و انسان فقط دو نمونه از میلیون ها مخلوق او هستند، دیگر فرصتی باقی نمی ماند که بخواهد به هر کاری شخصا رسیدگی کند، به خصوص وقتی که کاری را با نظر خود انسان ها نظم و ترتیب داده باشد. خیام با تأکید پرسید: منظور روح الله این است که بهشت بنا به میل و نظر انسان ها ترتیب و تنظیم شده است؟ البته. ابوعلی سینا گفت: بنابراین بهشت و آخرت خواست و اراده خدا نیست و همه آن داستان عریض و طویل آفرینش ساختگی بوده؟ این طور است یا روح الله؟ داستان آفرینش و آنچه در مورد خلقت انسان گفته شده صرفاً برای آگاهی و هشدار دادن به انسانها بود تا بدانند جهان هستی را خالقی است که میتواند حتی در 6 روز جهانی به بزرگی این عالم بیافریند. والا همه می دانند که این حرف حرف خدا نبوده و نمی توانست باشد، زیرا هیچ یک از پیغمبران شخصا در موقع آفرینش حضور نداشته و به چشم خود معرکه خلقت را ندیده بودند. پدر بیچاره هم با هیچ یک از آنان دیدار و گفتگویی نداشته تا چنین داستانی را برایشان نقل کند. ابراهیم پدر انبیای به اصطلاح توحیدی گاه گاهی فقط ندای پدر را می شنید. این پیغمبر در هر زمینه صحبت کرده مگر در مورد آفرینش. موسی هم جز ندا و 10 فرمان از پروردگار خود چیزی نشنیده و نگفته است. حتی وقتی که به درخواست قوم یهود تمنای رویت او را کرد، با جواب تند لنترانی خاموش شد. یوسف پیغمبر هم فقط خواب می دید و تعبیر خواب می کرد و بس. لوط هم جز با 2 فرشته زیباروی با کس دیگری تماس نداشته است، نه با خدا نه با فرشتگان مقرب خدا. داوود و سلیمان و دیگر انبیا هم تا آنجایی که گفتند و در سرگذشت آنها خوانده ایم، دستشان نه به دامان خدا رسیده است و نه به دامان فرشتگان خدا. آنها بیشتر به حکومت و جنگ و جدال و عیش و نوش مشغول بودند تا چیز دیگر. یعقوب تنها پیغمبری است که ادعا کرد که یک شب تا صبح با ناشناسی کشتی گرفته و عقیده داشت که آن ناشناس خود خدا بوده است. این پیغمبر آنچنان سرگرم کشتی گرفتن و زور زدن و پشت پا انداختن به حریف بود که حتی فرصت حرف زدن با او را هم پیدا نکرده بود. میماند من و محمد. من که چیزی در مورد آفرینش به زبان نراندم. محمد هم که می دانیم قصه های کتابش برگردان تورات است و خود چیزی نداشته که به آنها اضافه کند. حتی در معراجش هم از همه چیز حرف زده جز آفرینش. بنابراین زیاد نباید آن قصه ها را جدی گرفت. پیغمبران هر کدام ابتکاراتی از خودشان نشان می دادند تا بهتر بتوانند مردم را به دنبال خود بکشانند.
داستان آفرینش نیز از جمله آن ابتکارات بود که در آن روزگاران داستان جالب و جذاب به نظر می رسید. خیام در حالی که نمی توانست تعجب و حیرت خود را از شنیدن سخنان عیسی پیامبر پنهان کند پرسید: یا روح الله، با این ترتیب مسئله معاد نیز زیر سؤال می رود، اینطور نیست؟ مردگان را زنده کردن، به دادگاه بردن، ترازو نهادن و پل ساختن، بهشت و جهنم برپا کردن و پاداش و کیفر دادن هم باید غیر از آن باشد که تا به امروز به گوش ما خوانده بودند، مگر نه؟ معلوم است. مگر شما آفریدگار عالم را دانا و توانا نمی دانید؟ چگونه است که می پندارید چنین آفریدگاری کاری بیهوده و عبث و بچگانه انجام دهد؟ بسازد، بشکند و شکسته خود را از نو بازسازی کند و بر ساخته تازش مزایایی بیفزاید. مگر ساخته اولش عیب و ایراد و نقصی داشت؟ ابوعلی سینا گفت: پس حکیم ما حق داشت که از سر شگفتی و حیرت بگوید جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزه‌گر دهر چون این جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. عیسی با لحنی پرمهر گفت: هر کسی حق دارد که برای شناخت هستی بیندیشد و آنچه می پندارد بگوید و بنویسد و دیگران را به پیروی از افکار خود دعوت کند. پدر هم نه پدر انحصاری این و آن است و نه پدر قوم و قبیله خاص. او پدر همه مخلوقات عالم است. اگر در هستی برای هر یک از موجوداتش سهمی متفاوت منظور کرده است، مربوط به حکمت اوست و لاغیر. من با حکیم شما موافق نیستم که میگوید گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان، از نو فلک دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. چرا که کار دنیا عیب و نقصی ندارد و آنچه می‌گذرد خوب و بدش به دست خود انسان هاست. اگر هر انسانی درست زندگی کند و از حیاتش به نفعی مطلوب بهره ببرد و از زشتی ها بپرهیزد، زندگی آنقدرها هم بد نیست. این خود انسان ها هستند که با اعمال و رفتارشان زندگی را به خود و دیگران تلخ و غیر قابل تحمل می‌کنند و بعد هم گناهش را به گردن پدر می‌اندازند و او را مقصر می شمارند. هر یک از مخلوقات عالم در ذات خود نشانه از خالق جهان دارد. در این هنگام بادی برخاست و طوفانی آغاز شد و در افق دید خیام و یارانش سرزمین اورشلیم هویدا شد. عیسی ابن مریم را دیدند که این بار به جای سربازان امپراتور روم، فرشتگان بارگاه الهی او را به خاری و زاری و بیرحمی تمام به سمت کوه سیحون می بردند. بیچاره پسر با دردمندی صلیبی را که از بالای آن به آسمان رفته بود بر دوش می کشید و مدام نیز سر به سوی آسمان می کرد و با تضرع و زاری خود دنبال پدر می گشت تا مگر این بار دلش به رحم آید و فکری به حال زار فرزند درماندهش بکند. مصلح قوم یهود این بار هم از درد و رنج ناله می کرد و پدر پدر می گفت و او را به کمک می طلبید. شگفتا که این بار هم پدر با بیرحمی و بی‌اعتنایی التفاتی به فریادها و زجه‌های دلخراش پسرش نمی کرد و مانند بار اول او را در درد و رنج و مصیبت تنها رها کرده بود. البته فراموش هم نکرده بود که خطاب عتاب‌آمیزش را بر سر پسرش فرو بکوبد و به او بگوید: پسر، یک اشتباه را دوبار تکرار نمی کنند. لحظاتی بعد دیگر نه از عیسی خبری بود، نه از یحیی تعمید دهنده اثری و نه از آن کشیش دورگرد و بیماران روانی جنت الهی نشانی. همه یک باره با عیسی از صحنه بیرون رفتند، گویی هرگز وجود نداشتند.